خوش اومدید به تورنمنت WR Chess Masters، تورنمنتی که علیرضا فیروز رو و پرهام مقصودی در اون حضور دارن. این تورنمنت آزاده و به این معنیه که خانم ها و آقایان میتونن با هم بازی کنن و در دور اول این مسابقات علیرضا فیروز را به مسافه ویشالی رامش بابو، خواهر پراگناناندا رامش بابو رفته، بازی ها به صورت رفت و برگشته. در 4 روز این بازی ها در شهر لندن برگزار میشه و حذفی هم هست به صورت رفت و برگشت. توی 1 روز 3 تا بازی میتونن بازیکن‌ها انجام بدن در مقابل هم، یعنی الان بازی رفت بازی علیرضا فیروزجا و ویشالیه، ساعت 12:30 ظهر بازی های رفت انجام میشه، ساعت 7:30 بعد از ظهر بازی های برگشت، و اگر تایبرکی وجود داشته باشه که حالا یه بار یکی ببره یه بار ببازه، ساعت 12:30 شب بازی نهایی کلاسیک انجام میشه، بازی ها به صورت کلاسیک، و برای 30 حرکت اول بازیکن‌ها 60 دقیقه فرصت دارن، برای 20 حرکت بعدی 30 دقیقه به وقتشون اضافه میشه، و برای تا انتهای بازی از حرکت 50 تا انتهای بازی 30 دقیقه دوباره به وقت بازیکن‌ها اضافه میشه. همونطور که گفتم بازی‌ها رفت و برگشته. توی این ویدیو قرار بازی علیرضا فیروزجا در مقابل ویشالی رو با هم ببینیم، بازی رفت، و بعد از اون قراره بریم به وسط بازی نودربگ عبدالستاروف در مقابل الکساندرا کوستینیوک، که اصلا استاد بزرگ خانومی که بلا سر عبدالستاروف آورد، یعنی تا مدت ها فکر کنم این باخت رو عبدالستاروف فراموش نکنه. فوق العاده بازی زیبایی کرد، با ریتینگ 2400 خورده ای سوپر استاد بزرگ شطرنج رو از پا در آورد. اما میریم سریعا سراغ این بازی که علیرضا فیروزجا توی بازی اول با حرکت E4 بازی آغاز کرده، E6 D4 کرده علیرضا، دفاع فرانسه، فرانسه ادوانس وریشن رو داریم، فرانسه پیشرفته، مرکز رو تقویت کرده علیرضا توی بازی، و سیاه هم وظیفش اینه که فشار رو به مرکز بیشتر بکنه، سفید هم مرکز رو تقویت میکنه. فیل به خونه D7، این فیل فرانسه به خونه D7 گسترش پیدا کرده، فیل E2 و حرکت F6، حرکت F6 حرکت خوبی حمله به مرکز داره میکنه توی بازی، و توی دفاع فرانسه از اونجایی که این فیل خیلی فیل خوبی نیست، توی خیلی از وضعیت ها این فیل از خونه E8 و از این قطر خودش رو به بازی اضافه میکنه. قلعه از سمت علیرضا امنیت شاه رو برقرار کرده، تعویض از پا و پیاده در خونه E5 و وزیر به خونه C7، فشار به پیاده خونه E5. علیرضا به صورت X-ray پیاده رو دفاع کرده. اگه بخوای بزنی با حرکت فیل H5 کیش، شما دارید وزیر میدید، فیل هم توی بازی توسط وزیر داره حمایت میشه. به همین دلیل قلعه بزرگ رفته و نزده. حالا دیگه پیاده بی دفاعیه. فیل به خونه F1، رخ پیاده رو حمایت کرده، گسترش اسب و حرکت C4 رو علیرضا بازی کرده. توی این وضعیت خونه C3 رو داره برای اسب خالی میکنه که از نظر انجین خیلی خوب نیست. اینجا B4 A4 حرکت‌های تاپ انجین هستن، برای اینکه حالا شاه سیاه قلعه بزرگ رفته، سریعاً سفید با طوفان پیاده‌ای به شاه قلعه رفته حمله بکنه. حرکت C4، شاه به خونه B8، اسب گسترش پیدا کرده به خونه C3، پیاده در C4، فیل در C4 و اسب به خونه F5، گسترش فیل به خونه E3. در واقع حرکت فیل G5 انتخاب بهتری بود، از گسترش این فیل هم تا حدودی میتونست جلوگیری بکنه. فیل به خونه E7 اومده و وزیر به خونه G4 از سمت علیرضا، که از نظر انجین حرکت هم خیلی دقیق نیست. وزیر B3 انتخاب‌های بهتریه. وزیر تو خونه G4 تمپ زیاد می‌خوره. H5 حمله به وزیر. وزیر رفته به خونه G6. حالا از H4 وزیر زیر زرد. اوکی، وزیر به پیشروی خودش ادامه داده. 3 تا حرکت اخیر رو علیرضا با وزیر انجام داده. فیل زیر زرد و حرکت فیل C8 رو اینجا ویشالی بازی کرده. فیل رو توی بازی داره با وزیر دفاع می‌کنه. حرکت کندیه. حرکت‌های سریع‌تری توی وضعیت وجود داره، مثل حرکت وزیر C6، تهدید مات در یک حرکت، حتی برگشتن اسب و دفاع از فیل توی بازی. وزیر تقریبا داره گیر میکنه، راه برگشت نداره، مثلا باید از تو G6 برگرده و به بازی اضافه بشه دوباره. اما فیل C8 خودش هم بد نیست، اسب نشسته به وزیر، وزیر به خونه C6، فیل به دفاع، اما تهدید مات در یک، فیل برمیگرده به خونه F1، مات رو دفاع کرده. حالا اسب F5، هم فیل رو دفاع میکنه هم وزیر توی بازی محدود شده. اسب D6 توی بازی و رخ
نشسته به وزیر، وزیر جابجا شده و بعد از تعویض‌ها یک پیاده علیرضا توی بازی عقب افتاده، اما پیاده خودش رو به زودی میتونه پس بگیره. رخ به خونه C1، فشار به وزیر، پیاده توی بازی، وزیر رفته به قطر خوب بازی به کمک فیل، H2 زیر ضرب علیرضا نجات داده. رخ نشسته به وزیر، وزیر عقب گرد و رخ به صورت ایکس‌ری حالا داره وزیر رو نگاه میکنه. تهدید کیش و گرفتن وزیر، وزیر به خونه C2 و رخ میاد برای دفاع از پیاده توی بازی. فیل نشسته به رخ، رخ به خونه E5 و حرکت فیل E4 حرکت بسیار زیبا و سطح بالا از سمت علیرضا فیروزجا. کنترل خونه های کلیدی توی بازی انجام شده. G5 از جناح شاه سیاه داره حمله میکنه، ولی حرکت فیل به خونه D2، حرکت C4 از سمت ویشالی بازی شده، حرکت خوبی داره، پیاده رو پس میده و در واقع بهترین کار رو هم داره توی این وضعیت انجام میده، چون رخش زیر ضربه توی بازی. حرکت فیل C3 داره رخ رو توی بازی چه کار میکنه. حالا حرکت هایی مثل G4 هم وجود داره، ولی خب حرکت خودش هم بد نیست. وزیر در C4 و رخ به خونه C5 بازی شده، بهتر بود وزیرها توی بازی سیاه بره برای تعویض وزیرها توی این وضعیت، اما رخ رو گذاشته خونه C5. وزیر برگشت عقب، پیاده زیر ضرب، کیش بعد از تعویضها. رخ حالا داره پیاده رو دفاع میکنه، اما سفید میره به یه آخر بازی بهتر، آخر بازی که پیاده H5 پیاده ضعیفیه و سفید میتونه به این پیاده فشار وارد کنه. رخ ها تعویض شدن، فیل نشسته به پیاده، پیاده رو به جلو رونده شده، شاه G1، رخ D4، A3، A5، اجبار در تعویض وزیرها اتفاق میفته در خونه E5 و در واقع پیاده A5 زیر ضرب دفاع کرده ویشالی. حالا کی میخواد جلوی زدن پیاده H4 رو بگیره؟ پیاده خیلی ضعیفه و میتونه شکار کنه، رونده میتونه خلق کنه سفید و آخر بازی بهتری رو برای خودش خلق بکنه. اما علیرضا رخ رو گذاشته خونه E4، میگه بیا رخ ها رو بندازیم بیرون، میریم به آخر بازی فیل های همرنگی. G3 از سمت علیرضا اینجاش خیلی جذابه. بعد از تعویض ها ویشالی رامش بابو باید اینجا پس میگرفته توی بازی، اما شاه رو میذاره به خونه D6 و آخر بازی مساوی رو حالا دیگه داره توی بازی واگذار میکنه. اینجا باید میزده، حالا شاید نمیدونم از H4 علیرضا میترسید، اما H4 اونقدر هم ترس نداره. میبینیم شاه سیاه میتونه توی در واقع این مربع خودش رو قرار بده و و پیاده توی بازی قرار نیست بره و وزیر بشه. حالا اون پیاده رونده هم سیاه خودش داره توی بازی و اندگیم مساوی داشت، اما تصمیم میگیره شاه رو به خونه D6، شاید از کم تجربگیش میاد H4 رو زده علیرضا و حالا داره میره که ببره. شاه به خونه E5، فیل زیر ضرب، اما حرکت سطح بالای علیرضا رو ببینید، H5 حرکت درخشان، فیل رو داره رها میکنه، اما اگه بخوای فیل رو بزنی H3 داره میاد. از اونجایی که این فیل قطرش توی بازی بسته شده و نمیتونه خودش رو به خونه H7 برسونه، امکانات خوبی برای علیرضا فیروزجا داره فراهم میشه. شاه نمیتونه فیل رو بزنه، مجبوره به سمت پیاده حرکت کنه، خونه های کلیدی از شاه گرفته شده. حالا E5 فیل هم میتونه به بازی اضافه بشه، البته اینجا که نه، بعد بزن بزن ها پیاده میره وزیر میشه. H7 شاه نزدیک شده و علیرضا شاه رو به خونه G2 برده، پیاده زیر ضرب هست، ولی خب پیاده داره وزیر میشه و اینجا سیاه عملا بی حرکت میمونه، باید فقط انتظار بکشه، کاری نمیتونه توی بازی انجام بده و علیرضا فیروزجا آروم آروم جای سوارها رو بهتر میکنه، شاه رو داره فعالتر میکنه، پیاده ها رو رو به جلو میرونه. اینجا تعویض پیاده ها، کیش بخوای بزنی وزیر دارم میکنم توی بازی، همین دلیل شاه مجبور شده بره به خونه H8 و میریم به آخر بازی که حالا کاری ندارم که این پیاده شکار میشه توی بازی، اصلا پیاده ها یکسان. میریم به آخر بازی که یک نفر میتونه با شاه فعالیت خوبی توی بازی در کل صفحه انجام بده و یک نفر شاهش گیر کرده و دیگه نمیتونه به این بازی این شاه اضافه بشه. شاه G5، فیل D1، پیاده رو شکار کرده علیرضا توی بازی و میاد سراغ
پیاده خونه بیسه داره تیره، داره تلاشای آخرم میکنه ویشالی توی بازی، اگه بزنی استیل میت یا پات میشه توی بازی، چون سیاه حرکت نداره و شاهش خونه ای هم برای رفتن نداره. اگه بخوای بزنی بازی با نتیجه تساوی به اتمام میرسه. حالا انجین اینجا خیلی هنوز نفهمیده چه اتفاقی افتاده. برگرد، الو برادر. خب نمیفهمه انجین، شاه هیچ خونه ای برای رفتن نداره. به همین دلیل علیرضا فیل رو گذاشته خونه دیسه، فیل ای 4 همچنان بزنیم پاته، ولی رضا فیل رو گذاشته خونه سی 4. حرکت بسیار عالی توی بازی. اینجا شاه در اچ 7 اومده. توجه کنید اینجا اگر که سفید بخواد پیاده رو بزنه اند گیمش مساویه دیگه، خونه های ارتقا رو این فیل داره کنترل میکنه، این پیاده هم داره توی بازی از دست میره. شاه هم نزدیک میکنه به اون سمت صفحه سیاه و مساوی میشه. پس زدن نداره. تک حرکت اینجا حرکت فیل دیسه هست. از اونجایی که شاه حالا تونسته فعال بشه، علیرضا پیشنهاد تعویض رو اجباری کرده و دیگه استیل میت نیست. شاه داره فرار میکنه. میریم به آخر بازی که علیرضا به خوبی این آخر بازی رو محاسبه کرده توی بازی و به یه همچین وضعیتی میرسیم که بعد از حرکت بی 5 ویشالی رامش بابو تسلیم میشه. به این وضعیت پرفکت پوزیشن میگن، وضعیتی که مهم نیست تقابل رو کی داره، سفید یا سیاه، فرق نمیکنه. شاه در عرض 6، پیاده در عرض 5، بهش میگن پرفکت پوزیشن. حالا همین اتفاق اگه پیاده تو عرض 4 بود، شاه تو عرض 5 بود، دیگه تقابل اهمیت داشت، ولی اینجا چون پرفکت پوزیشن هست اهمیتی نداره، تقابل رو شاه سفید داره یا شاه سیاه تحت هر شرایطی میبره. حالا مثلا چنم شاه اینور بره، شاه اینور و پیاده میره و وزیر میشه توی بازی. و تصور کنید که توی این وضعیت الان نوبت حرکت سفید باشه و تقابل رو سیاه میگیره دیگه، شاه سی 6 حرکت شاه سی 8 سیاه میتونه تقابل رو بگیره، اما اصلا اهمیتی نداره چون پیاده بدون کیش میره و وزیر میشه. اگر که پیاده تو خونه بی 7 با کیش همراه میشد پات بود، ولی توی پرفکت پوزیشن این اتفاق نمیفته. شاه سی 6 شاه سی 8 پیاده رو به جلو، شاه برگرده، حرکت بی 7 بدون کیشه و شاه باید دره. هیچ خونه‌ای به جز آف نداره، شاه رو میذارید خونه سی 7 و توی حرکت بعدی دوباره سفید میتونه پیاده خودش رو وزیر کنه. به همین دلیل ویشالی تسلیم شده. بازی برگشت ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز میشه. حالا بریم به وسط بازی که الکساندرو کوسینیوک زده ترکونده عبدالستاروف رو. عبدالستاروفی که تونسته به یک وسط بازی خوب برسه، جای سوارهاش خوبه، رخش یه ذره بد جای، تونسته ضعف در ساختار پیاده ایجاد بکنه و به یه وسط بازی خوب رسیده. اسب نشسته به فیل، فیل جا به جا شده، رخ رو رسونده به عرض هفتم، خوب داره فعال بازی میکنه. اسب زیر ضرب، اسب در F7 بازی شده، پیشنهاد تعویض رخ، فیل نشسته به رخ، رخ نشسته به فیل و اینجا کیش اسب در خونه چیش اومده، کیش جذابی داره میده. اینجا زده و حالا خب رخ زیر ضربه. بعد از تعویض ها میبینیم فیل زیر ضربه، اما این فیل هم زیر ضربه. فیل نشسته به رخ، فیل سیاه هم نشسته به این رخ توی بازی و اینجا رخ به خونه بی 7 بازی شده. اینجا یک لاین جالب وجود داره. سفید میتونه به یه آخر بازی عجیب غریب بره، به آخر بازی دو سوار به رخ، رخ در فیل با کیشه، باید با اسب بزنه، حالا فیل در رخ و میریم به آخر بازی که یک فیل و یک اسب داره. در ازای رخ سفید یک پیاده پیشه، اما سفید خیلی بهتره. سیاه یه دونه پیاده سالم نداره این آخر بازی، دو تا پیاده متصل به هم نداره که به نوبه خودش جالب. این رخ میتونه بره همه این پیاده ها رو اذیت بکنه توی این آخر بازی و سفید خیلی بهتر بود. اما اینجا عبدالستاروف تصمیم میگیره وارد این آخر بازی نشه. رخ هم از زیر ضرب بلند شده، فیل زیر ضرب، حمله به رخ، رخ نشسته به فیل و حرکت F3 رو اینجا بازی کرده توی بازی سیاه و رخش چیز فیلش بی دفاع توی بازی. در واقع رخ در سیاه قابل بازیه. عبدالستاروف اینجا با G4
تمامی برتریش رو از دست داده. باید اینجا میزده، اوکی، حالا رخ در جی 4 هم بخوای بازی کنی شوهر رو میذارم گوشه صفحه، اوکی، اسب ای 4 داره میاد تهدید ماتی خلق کنه، اما فیل ای 1 با یک سوار بیشتر حالا میتونه به بازی ادامه بده. در واقع میگم با یه سوار، با یک تفاوت بالا در اصل میتونه به بازی ادامه بده. پیاده ها هم پیاده های ضعیفی هستن، رخ میتونه بهشون فشار وارد کنه. اما اتفاق جالبی افتاده، جی 4 با آنپاسان پاسخ داده، همچنان فیل توی بازی زیر ضربه و تک حرکت بازی که بازی رو نگه میداره حرکت فیل ای 7 که توی بازی اتفاق نیفتاده. رخ به خونه اف 1 بازی شده، حالا عبدالستاروف داره میبازه. فیل ای 7 تک حرکت بازی، اسب ای 4 داره قربانی میده توی بازی، رخ رو فیل در جی 5 اگه بازی بشه اسب در اف 2 حتی اینو هم نمیزنه، میخواد اچ 3 رو با کیش بزنه توی بازی. رخ در ای 8 هم همه چی رو داره قربانی میده، شاه میذاری بالا، کیش بخوای بدی توی بازی مهم نیست و اینم بزنی با یک اسب سیاه فقط میتونه، فقط با داشتن یک اسب و دو تا پیاده متصل به هم بازی رو مساوی بکنه که به نوبه خودش خیلی جالبه. لاین سختیه دیدنش، عبدالستاروف هم ندیده کیش، شاه اینوری بره میبازه، فقط باید اینور صفحه بیاد و این وضعیت با کیش دائم به اتمام میرسه. شاه اینور بخواد بیاد کیش، اسب این خونه ها رو کنترل کرده، باید بری وزیر، نه تنها یک وزیر بلکه دو وزیر، و فیل میره توی بازی. اینجا رخ میتونه بره، خیلی لاین ها وجود داره که میبره سیاه توی بازی. پس پیدا نکرده، رخ رو گذاشته خونه اف 1، جی 2 حمله به رخ، رخ جا به جا شده و حرکت رخ اچ 5 داره پیاده رو میاد شکار کنه توی بازی. رخ ایسه میاد سراغ پیاده اف 3 و حرکت درخشان رو ببین، زده ترکونده عبدالستاروف توی بازی. فیل اچ 2 قربانی فیل به همراه کیش، فورس زدن اجباریه، باید بزنه. رخ در اجسه قربانی رخ توی بازی و توی حرکت بعدی تونسته وزیر رو خلق بکنه. توجه کنید نخواد بزنه داره در عرض اول مات میشه، پس همه رو داره اجبار میکنه توی بازی این خانم استاد بزرگ. بلایی که سر عبدالستاروف میاره، میدونی چقدر ریتینگ از دست داده؟ 2800 عبدالستاروف، بابا 2783 خیلی قوی تره، خیلی این بلا سرش اومده. جی 1 وزیر، رخ در فیل بازی شده و اینجا از پد تا نرفته سراغ زدن رخ توی بازی، شاه رو جابجا کرده و توی این لحظه نودر بگ عبدالستاروف تسلیم شده، کاری نمیتونه بکنه. وزیر جی 2 وزیر جی 4 داره برای مات میاد دیگه تو بازی. مثلا چه میدونم، کیش شاه بالا، میبینیم اسب کنترل خوبی رو خونه جی 8 داره، نمیتونه وزیر رو در واقع شکار بکنه. حتی رو خرم بخوای بذاری ای 4 بخوای خونه رو کنترل کنی فایده نداره، کیش بالا مات و شاه خونه برای رفتن نداره. عجب بازی بود و چه بلایی سر عبدالستاروف اومد، سه تا حرکت درخشان داشت این استاد بزرگ سوئیسی، باریکلا. خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم از این ویدیو لذت برده باشید و این دو بازی که با هم دیدیم. اگر دوست داشتید ویدیو رو ممنون شم لایکش کنید. من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینمتون.